اوکی عزیزای دل، همونجور که براتون گفته بودم راجع به مدیتیشن و پاکسازی چاکرا امروز براتون صحبت میکنم، ولی زیاد خودتان صرف اینجور چیزا نکنیم. ولی یک راه حلی هست که کسایی که در زندگیشان از تنهایی میترسن یا از تاریکی میترسن، از اعتقادات که در جن و پری و اینجور چیزا داره، انرژی های پایین داره، از اونا میترسن، میتونه که پاکسازی چاکرا را شروع کنه. خب پاکسازی چاکرا از این قرار است که ماها 7 دنیا 7 آسمان داریم، شاید ایره شنیده باشیم، و 7 چاکرا در بدن ما داریم که چهارمین از 7 تا اگه 3 تاش بالا باشه که بهشت است، 3 تاش پایین است که جهنم است، پس وسطی میشه که چاکرای قلبی شما. خب از 3 تای پایین میریم که شهوت و پرخوری و پول و ترس و اینجور چیزا می، یعنی اینجور چیزا در انرژی ها و فرکانس های پایین هستن که وجود داره. برای پاکسازی اینا که از جهنم بخوای بیای بیرون، باید روی اینا کار کنی و پاکسازی کنی. من سابق خودم خیلی از تنهایی میترسیدم، از تاریکی میترسیدم، همش احساس میگم که یک چیزی در توی اتاق ماست. بعد عادت هم نداشتم، ولی زمانی که در اروپا اومدم مجبور بودم، چون خانه تنها گرفته بودم مجبور بودم تنها زندگی کنم، پس باید با این ترسای مقابله میکردم. دیگه چند سال ترس، 13 سال، 14 سال، 20 سال ترس از خورد ترکید، که مثلا او زمان من حتی مدرسه اینو نمیرفتم، از صدای گربه میترسیدم، نصف شب بلند میشدم ترس میخوردم. آدم در یک جایی از زندگی میرسه که قدرت درونی خود تا پیدا میکنی، خب میگه اوکی ای که ترس هسته، ای چی هسته که من از این میترسم؟ یک جایی میرسی که خسته میشی، میری با ترست مقابله میکنی. یکی از راه حلاش ایسته که تو اولین چاکرات که چاکرای ریشه رنگش قرمز است، اونجا از ترس و تاریکی میه که او رو باید پاکسازی کنی. انجام دادن و پاکسازی کردن چاکرای اول، چاکرای ریشه، در داخل یوتیوب هستم. اگه دوست داشته باشین میتونید به من پیام بدین یا خودتون نوشته کنین در یوتیوب و گوگل مثلا پاکسازی چاکرای ریشه، بعد دیتون میگه که باید چیکار کنه. وقتی این چاکرا رو پاکسازی میکنی، هر روز صبح وقت از خواب بیدار میشی، پاکسازی رو من خودم انجام میدادم، شب قبل از اینکه بخوابم این رو انجام میدادم. یعنی یک جوری بود اگه دوستم در کنار بود، من در توی خانه مثلا دوستم شیشه داره فیلم سر میگم، من از فری در گوشم دارم چاکرای ریشم پاکسازی میکنم، انقدر ترس در وجودم بود که وقتی چشمام میبستم احساس میکنم یک چیز دور برم شیشته یا نزدیک میشه، تا این حد ترس داشتم. بعد این ترس کم کم با پاکسازی چاکرای من طوری شد که من در یک خانه درندشت زندگی میکردم، متراژ خانم زیاد بود، تنهایی، در واز کمپلیت تمام، برقا خاموش، خواه میکدم. برای من اصلا مهم نبود، تق تق صدا میامد در توی اتاقم، نمیپریدم، نترس میخوردم، میکدم هر چیزی هست بذار باشه، از این جن باشه، والیکم سلام هم دهش میکم، پوشم دور داده راحت خواه میکدم. یعنی ببین چقدر تأثیر گذار است. بعد دومین چاکرا که چاکرای جنسیست، در این برمیگرده در شهوت انسان، که کسایی که مجرد هستن بهترین راهکار، در ویدیو قبلی دیتون گفته بودم که ماها باید از انرژیمون برای رشد خودمون و بیداریمون باید کار بگیریم، نذاریم این انرژی از بدن ما خارج شوه. یا مثلا هر چند ماه یک دفعه یک استرس های، یک فکرای منفی کمکش، مثلا یا انرژی های کهنه در بدن ما، در قسمت جنسی ما وجود داره که او باید خارج شوه، که یا از طریق خواب خارج میشه، یا خیلی ها مثلا با خودشون ور میرن، خود ارضایی میکنن، او انرژی رو از وجود خودشون بیرون میتن. ولی در کل او انرژی رو سعی کن در وجودت باشه. وقتی سکس نمیکنی، وقتی کنترل روی سکست داری، تا زمان که خیلی مجبور نشدی سعی کن نکنی، یعنی با خودت این کار انجام نده، چی برسه که بخوای مثلا با یک انسان دیگه که نمیشناسی که چی چیزای در وجود او هست و بخوای همراه تو سکس کنه و بدنش داخل بدنت کنه و معلوم نیست چی چیزایی را از او طرف که در زندگی و مغزش اینا هست سمت بدن خودت جذب کنه، و ای اصلا خوب نیست. پس بهتر آدم مثلا همینجور توی خواب خودش ارضا میشه، یا دیگه روحش بلد است، من بیشتر از اینا میگم. دیگه زمانی که مثلا بتونن کنترل روی سکستون داشته باشن و این انرژی رو در وجود خودتون نگه دارین، چه اتفاقی میفته؟ شما در بیداری و معنویت خیلی بالاتر دست پیدا میکنین، در جاهای خیلی بالاتر میرسین، و قرار نیست کاری بکنین. همین که مثلا
بتونی کنترلش کنی، خودت کم کم متوجه میشی چه تغییرات در زندگیت میاره. راجع به چاکرای سوم صحبت میکنم، چاکرای خورشیدی که مال مثلا پرخوری، شکمو بودن، یا اینکه مثلا پول، ثروت، همش در دنبال پول بدوی، ماشین بگیری، خانه بگیری، فلان کنی، همش در حال مثلا چیزای مادی دنیا باشه. ببین من یک دختر خیلی قوی هستم، خب این برای خود من ثابت شده که در جاهایی بوده، در مهمانیایی رفتم که 5-6 مدل غذای همی تو چرب و نرم خوشمزه است، کباب و قابلی و مرغ و زرش پلو و ماهی و نمیدان فلان فلان گرفته، در یک جاهای خودم امتحان کردم که در همو جور جاها بوده، فقط ششنم سالات خوردم، بوی غذا من رو دیوانه میکده، ولی میگفتم من کنترل شکم من، من دستور میتونم که من چی رو بخورم، کی بخورم، کی نخورم. این بدن نباید من دستور بده که من گشنستم، من الان شیرنی میخوایم، من الان بستنی میخوایم، من الان این غذا رو میخوایم، باید بخورم و جلوی خودم نتونم بگیرم، نتونم خودم کنترل کنم. پس چاکرای سوم ما برمیگرده اینکه کنترل غذایت هم در دست خودت باشه. ببین در ماه رمضان من کل ماه رمضان هم روزه نگرفتم، الان هم بیان ماه رمضان تمام شده، ولی من در روز روزه استم. چجوری روزه میگیرم؟ روزه اینه که مثلا اونی که مثلا در دین اسلام اینا میگن نصف شب بلند شی و بخوری بعد از غروب آفتاب تا میتونی یک عالمه بخوری، یک روزه برای خودتون بگیرین، یک بدنتون یک پاکسازی بکنین که برای صحت و سلامتیتون خیلی خوبه. برای مریضی هایی که دارین در وجودتون نیاز نیست دکتر برین، همین روزه گرفتن خودش خیلی پاکسازی ها رو در وجود شما انجام میدن. چیکار میکنم من که خب شب قبل از خواب که مثلا ساعتهای 7-8 بجه یک چیز خیلی سبک میخورم، خواب میکنم، صبحم بیدار میشم، صبحانه نمیخورم به هیچ عنوان، ولی سابق میخوردم، ساعت 7 بجه میخستم، ساعت 6 بجه میخستم، صبحانه میخوردم، شب زود خواب میشم، ساعتهای 9-10 خواب میشم، صبح از اون طرف زودتر بیدار میشم، ساعت 4 صبح، ساعت 5 صبح قبل از طلوع آفتاب، بعد شروع میکنم مثلا در دعا کردن که اون لحظه یک حس آرامش خیلی خوب میده که هر کس دعا کنه دعاهاش برآورده میشه انشالله. بعد بلند میشم صبحانه اینا رو نمیخورم، با دنگک میرم بیرون، یک مقدار پایلوچ بدون کفش و جراب روی سبزه ها را میرم، انرژی دریافت میکنم تا میتونم شکرگزاری، نیاز نیست همش در ذهنتان رو تکرار کنه، خدا شکر، خدا شکر همیشه در زبانتان بیارین، نوشته کنین، در زبانتان بیارین، بعد این معجزه رو در زندگیتان میبینین که چه تغییرات بزرگی در زندگیتان آمده و میایم. بعد ساعتهای 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، بعض وقتا هم بوده تا 5 بعد از ظهر من چیزی نخوردم، منظورم یک که غذا نخوردم یا اگه خوردم فقط یک وعده غذا بوده، ولی مثلا چای دم میکدم، چایی که مثلا با داروهای گیاهی است، مثلا چای سبز هل داشته باشه، میخک داشته باشه، گرم دارو داشته باشه، برای خودم دم کردم، فقط تا تونستم نوشیدنی خوردم، نوشیدنی خوردم، نوشیدنی خوردم، ولی هیچ غذایی هم لب نزدم. و زمانی هم که مثلا شب میشم من غذا میخورم، برنج و مرغ و گوشت و اینجور چیزا برای خودم درست نمیکنم، یک ماکارونی ساده است بدون گوشت که گوشت اینا رو حالا هر وقت عوض کنم میخورم، ولی الان توی یک تایم هستم که حال نمیکنم بخورم. بعد مثلا بادمجان جور میکنم میخورم، سبزیجات دیگه، غذایی که کاملا سبک باشه. بعد در روز مثلا ورزشم هم دارم، دی فکر نمیکنم که اوکی من یک وعده غذا خوردم بدن من ضعیف شده، من گوشت نخوردم، پروتئین ندارم، من همین که بدنم پاکسازی میکنم، همین که صبح زود بیدار میشم، همین که شکرگزار هستم، همین که مدیتیشن میکنم، همین که مثلا روزه میگیرم، همین کل انرژی در وجود من هست و من خودم اینقدر احساس سبک بودن، احساس پر انرژی بودن، احساس خوب بودن دارم دست میده که یک ساعت دو ساعت هم میرم در ورزش باشگاه میکنم، در باشگاه ورزش میکنم بعد کارهایم انجام میتونم، میام خانه و بقیه کارهایم اینا. خیلی عالی، خیلی خوب، و این هم در روح من خیلی کمک میکنه، در جسم من خیلی کمک میکنه و برای پیشرفت زندگی من خیلی کمک میکنه. خب این سه تا رو وقتی بتونین کنترلش کنی، شهوتت بتونین کنترل کنی، از هیچ چیز نترس، آدم قدرتمند و نترس باشی، وقتی پرخوری و مثلا دنبال پول لویدن اینا رو کنترل کنی، میرسی در چاکرای وسط، چاکرای قلبت که قلب پاک داره، همه انسان رو دوست داری، فرق نمیکنه از چه ملیتی باشه یا چه نژادی باشه، درخت‌ها رو دوست داره، حیوانات، طبیعت، تمام انسان‌ها، تمام چیزایی که وجود داره رو دوست داره از قلب و جانت. سه تا چاکرای دیگه چاکرای بهشت است. بعد خوش آمدی در بهشت.
امیدوارستم این ویدیوم تاثیرگذار باشه و کمکتان کرده باشه. پیام چیزی داشتین میتونین برام نوشته کنین، حتما براتون ویدیو درست میکنم و جوابایتون میتونم. دوستتون دارم عزیزای دل، خدا.